मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे همه اینا به خاطر توئه. تو عمدن همه چی از من پنهان کردی تا آدم خوب تو باشی و آدم بد من. باشه پس من بدم، چرا منو تنها نمیذاری؟ برای اینکه تو همسر منی. تو چه بخوای چه نخوای من هیچ وقت ولت نمی کنم. هیچ وقت. تو باید دوباره برگردی پیش من. فهمیدی؟ ببخشید شما منو تعقیب میکنی؟ ببینید شما اشتباه فکر میکنید، من تعقیبتون نمیکنم. که اینطور؟ اگه شما تعقیبم نمیکنید پس تو دادگاه چی کار داشتین ها؟ ببینید من میدونم شما خیلی ناراحتید اما اصلا نگران نباشید. نگران نباشم؟ چطور نگران نباشم؟ ببینید نیاز نیست واسه من دلسوزی کنید. چیزی که شما میخواید شدنی نیست. ببینید هیچ خانواده سرشناسی نمیخواد که عروسش دختری مثل من باشه، پس لطفاً دیگه منو راحت بذارید. ببینید حرف اول این که من تعقیبتون نمی کنم و دوم این که من و خانواده‌ام اصلاً همچین طرز فکری نداریم. و حالا که حرف دادگاه شد باید بگم که شهریار داداشم و این مهمترین پرونده وکالت زندگیش بود. منم اومده بودم حمایتش کنم. بله شما منو صدا زدی؟ معذرت میخوام، عصبانی بودم، زیاد رفی کردم.
معذرت میخوام. نه خیر، لازم نیست معذرت خواهی کنی. نه، من نباید همچین حرفایی میزدم. لطفا منو ببخشید. باشه پس، اگه فکر میکنید که واقعا دل منو شکستی، پس یه شرط کوچولو دارم. شرط؟ چه شرطی؟ ازتون میخوام با من یه لیوان قهوه بخورید. قهوه؟ این موقع؟ نه، من باید برم. ببینی، من میدونم که شما خیلی نگرانید، ولی اینجوری حال هواتون عوض میشه. حالا که این همه اصرار میکنین، پس بریم. 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 حرفمو گوش کن، وگرنه خودم پا میشم میام خونه اون عشقت. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی من با اون برگه ها طلاقتو میدم؟ تا وقتی که من زنده ام باید خوابشو ببینی. این بیلو و این همه جرأت، اگه علی بفهمه چی؟ نه نه، علی نباید چیزی بفهمه. من باید از شهر بیلو خلاص بشم. ازدواج کردن با اون بزرگترین اشتباه زندگیم بود و این اشتباه رو باید ترجور شده درست کنم. اون وقته که میتونم با علی ازدواج کنم. آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیدو. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بیابرو کنه. باشه، پس من بدم. چرا منو تنها نمیذاری؟ برای اینکه تو همسر منی. تو چه بخوای چه نخوای، من هیچ وقت ولت نمی کنم. هیچ وقت. تو باید دوباره برگردی پیش من. چی شده بذارم؟ امروز نیومدی به هم سر بزنی؟ چیزی نیست بابا بزرگ، فراموشم شده بود. چرا اینقدر آشفته ای بذارم؟ چیز خاصی نیستش. من میدونم بابا جان، بلال همه چیزو به هم گفت. ببین قاضی هنوز حکمو صادر نکرده، پس تو نباید خودتو ببازی. به خاطر پرونده ناراحت نیستم، شاید از این پرونده انصراف بدم. چی داری میگی؟ جدی میگم بابا بزرگ. حسنا منو فریب داد. فریب؟ چه فریبی؟ بابا بزرگ، اون متعهده. این موضوع به این بزرگی رو از من پنهون کرده، احساسات منو بازی داد. اون متأهله؟ داره متأهله. پسرم ممکنه برات سوء تفاهم پیش اومده باشه. هرچی باشه، من دیگه این پرونده رو قبول نمی کنم. از طرف من تمومه. ببین عزیزم، من این عصبانیت و ناراحتی تو رو درک میکنم، ولی تو نمیتونی
اونا رو اینطوری وسط راه رها کنی. این مسئله زندگی یه آدمه. زندگی؟ زندگی من چی؟ چی میشه؟ تو زندگیم اولین بار عاشق یکی شدم و اونم منو فریب داد. پسرم، تو زندگی آدم ها گاهی لحظاتی پیش میاد که به خداوند شکایت میبرن که چرا اون چیزی که میخواستیم نصیبمون نشد، ولی خداوند هیچ وقت بنده هاشو رها نمی کنه، بلکه بهشون این حس میده که ای بنده من، این تصمیم در حق تو بهترین تصمیم خواهد بود. بابا بزرگ، وقتی دل آدم میشکنه خیلی راحت میگن که هیچ ایرادی نداره، بهتر از اون برات پیدا میشه. چرا یکی نمیفهمه که به خوبتر نیاز ندارم، بلکه به اونی نیاز دارم که عاشقشم. آره عزیز دلم، کاملا درست میگی. ولی عزیزم، تو نوه منی، تو جگرگوشه منی، تو مردی. همه کارهای خدا برای خوبی بنده هاشه. به همه فکر کن و خودتو تسلا بده. شاید این مسئله هم مصلحت خداونده. دیگه چشماتو خیس نبینم. ببخشید، شما چی میخوری؟ هرچی دوست داشتین سفارش بدی. غذای مورد علاقتون چیه؟ برای من فرقی نمی کنه. من با هاتون رفتار خیلی بدی داشتم. میدونیم چیه؟ من واقعا دیگه از اینجور روابط میترسم. اینی، من احساستو درک میکنم، ولی همین رفتارتونه که منو به شما جذب میکنه. یعنی چی؟ متوجه نمیشم. اینی، بابا بزرگمون خیلی ما رو با ناز بزرگ کرده و تو زندگیم هیچ خواسته ای نداشتم که به دستش نیاورده باشم، و وقتی من شما رو دیدم یه جوری حس کردم انگار شما بزرگترین خواسته زندگی منی. ولی وقتی شما بهم جواب منفی دادین این موضوع خیلی برام تعجب آور بود. بلال، شما همه چی رو میدونید، از گذشتم هم با خبر شدین، بازم شما من اینجا آوردین و این حرفا رو میزنین. ویکی، گذشتتون بود، نمیشه با گذشته زندگی رو ادامه داد. اینی، من واقعا بهت علاقه‌مندم، میخوام که باهات ازدواج کنم. بلال، شما خیلی خوب میدونین که گذشته من چطوری بوده. شما اینم میدونین که مامانم تو بازداشتگاهه، بازم میخوای با من ازدواج کنی؟ یا شما دارین شوخی میکنی یا دارین مسخرم میکنی؟ من اصلا شوخی نمیکنم، به هیچ وجه هم نمیخوام مسخرت کنم. اگه باورت نمیشه، من همین امروز با پدر بزرگم حرف بزن. بله، شما خیلی خوبی،
هر دختری رو بخوای میتونی به دست بیاری، هر دختری. با شما ازدواج کنی اون خوششانس‌ترین دختر این دنیا خواهد بود. اما اون دختر من نیستم. اما آنی بلال، ما میتونیم حرف دیگه ای بزنیم، ما میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم. خب باشه، فعلا وقت غذاست. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چیه؟ خب فکراتو کردی؟ آره میخوام ببینم. به به، آفرین، انقدر زود تحریدم رود اثر گذاشت. آفرین بهت ویلو، آفرین. چرا قبلا نیمه فکر خودم نرسید؟ زیاد حرف نزن، بگو کی ببینمت. این که فکر کردن نداره، همین الان میام. نه الان نه. پس کی بیام؟ تو یه کاری کن، تو یه هتل خوب یه اتاق رزرو کن. به هتل چه نیازیه دیگه، مستقیم بیا خونه، مامانم با دیدنت خوشحال میشه. من نمیخوام کسی رو ببینم. منظورم اینه که بیلو، ما زن و شوهریم، این مسئله بین خودمونه. من نمیخوام نفر سومی رو ببینم، ما خودمون مشکلمون رو حل میکنیم. من نمیخوام که کسی مزاحم حریم خصوصیمون بشه. به به، چی شده تمنا؟ یه لحظه سب کن سب کن، نکنه دارم خواب میبینم. نه بیلو، من اشتباهمو فهمیدم. من در حقت خیلی بدی کردم و بعد از ترک کردن تو من هنوزم تنها. ای بابا تمنا، اینجوری که حرف میزنی منو بیقرارتر میکنی. پس باشه دیگه، تو هتل یه اتاق رزرو کن و اسم هتل و شماره اتاق رو برام پیامک کن، فردا صبح میام. راستی گوش کن، نکنه که وقت فراموش کنی. نگفتم که فردا میام. فعلا مراقب خودت باش بیلو. باشه تمنا، تو هم مواظب خودت باش، فردا میبینمت. این تمنا چه شده؟ نکنه که نقشه ای داره؟ نه بابا، نه بابا، بیلو چت شده؟ اون داره میاد به دیدن تو، اون وقت تو بهش شک میکنی؟ الان به مامان چی باید بگم؟ نه خیر، به مامان چیزی نمیگم، وگرنه نمیذاره که برم. آره آره، یه بهونه ای براش میارم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله، شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده، برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. حسنا تو اومدی؟ شهریار چی گفت؟ چیزی نگفت.
چیزی نه؟ منظور چیه؟ چیزی نگفت یعنی نگفت. این یعنی شهریار از پرونده مامان انصراف میده؟ نه اون همچین چیزی نگفت. خب پس تو چرا اینقدر ناراحتی؟ هیچی، اونجا علی رو دیدم. علی؟ ولی اون اونجا چی کار میکرد؟ نمیدونم. اما چی؟ اما اون خیلی بهم بد و بیرا گفت. جلوی شهریار؟ علی با خودش چی فکر کرده؟ خودش که بهمون کمک نکرد، حالا که تو به ما کمک میکنی اون به تو بد و بیراه میگه؟ من خودم باش حرف میزنم. اینی لازم نیست باهاش حرف بزنی، حرفاش خیلی اشتباهم نبود. خانواده شما اونه نه من. من باید اول همه چی رو به اون میگفتم. مگه میخواستی این حرفا رو ازش پنهان کنی؟ هان؟ وقتی که دورو بر علی همشون تمناست، پس تقصیر تو چیه؟ همش تقصیر منه. من هر جایی میرم تقدیر نحس هم منو ول نمی کنه. چطور جرأت کردی پاتو تو خونه من بذاری؟ عمه لطفاً این کارو نکنین، من کجا برم؟ هر چه دلت میخواد برو حسنا. وقتی تو ما رو از خونت بیرون انداختی به این چیزا فکر کرده بودی؟ حالا تو این خونه با چه روی اومدی؟ حسنا من خیلی در حقت بد کردم، شاید دارم تاوان کارم رو پس میدم. من در موردت خیلی اشتباه فکر میکردم. منو ببخش حسنا. چرا اینطوری فکر میکنی؟ شما هیچی تو نمیشه. من بهتون قول میدم که مواظب اینی هستم، ولی این قولم میدم که نمیذارم خیلی اینجا بمونین. اگه من بگم که اگه شما نبودین من چی کار میکردم چی؟ من شما رو خیلی دوست دارم و میخوام با تون ازدواج کنم. تا کی میخوای اینجوری رفتار کنی؟ زود باش بریم خونه. تو خیلی کم بوده محبت حس کردی. من خیلی شرمندم که نتونستم اون عشق و احترامو بهت بدم. منو ببخش. لطفاً منو ببخش. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مالا مالا میره همره تو ہی سہارا مالا مالا میره kinara mala mala mere ha mere tu hi sahara mala qurban nait khanum nemiyad gofte nemikhad bardar zodashu bebine ali man midunam ke har kari kardam kheli eshteba bude mano bebakhsh man to ro kheli aziyat kardam lutfan mano bebakhsh ali عذیت که کلمه کوچیکی همه جان. شما منو داغون کردین. به خاطر شما من توی یه دورایی هستم که نه مسیرم رو میتونم پیدا کنم و نه مقصدم رو. من اگه بخوامم نمیتونم ببخشمتون.
حسنا، شهریار نمیاد. فکر نکنم، نکنه ناراحت شده باشه. ناراحت؟ آقای قاضی تشریف میارن، احترام بذارید. جلسه امروز رو شروع میکنیم. آقای قاضی، وکیل این پرونده کجاست؟ به نظرم اون ترسیده، شاید فهمیده که دادگاه قراره به بازه به ما. آقای قاضی، آقا شهریار الان است که برسه، لطفاً چند دقیقه منتظر بمون. لطفاً ساکت، نظم دادگاه رو رعایت کنید. آره خب اون رفته، من چقدر مانش شدم، تو چقدر خواستی قانعش کنی، ولی اون میخواست از اینجا بره. خب ما که نمیتونستیم به زور اینجا نگهش داریم، تو نمیتونی منو مقصر بدونی. باشه درسته، پس من بدم، چرا منو تنها نمیذاری؟ حق، وقتی تو هیچ عشقی به هم ندادی، پس در برابر من هیچ حقی نداری. همین لحظه میخوام چی؟ پس جواب منم اینه که من فعلا هیچ پولی ندارم. حالا برو گمشو از اینجا بیرون. ببین ویکی، تو با من نمیتونی این کارو کنی. پولمو بده، وگرنه چی ها؟ حالا مگه پول حلال بوده که انقدر پیگیرشی؟ این که پول حلال بوده یا حرام الان بهت نشون میدم. مالا مالا میرے ہمیرے تو ہی سہارا مالا مالا میرے ہمیرے تو ہی سہارا مالا مالا میرے. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.